با سلام به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید. فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، امروز چهارشنبه خبر داد. در حادثه تروریستی خاش یک نفر کشته و دو نفر مجروح شدند. به گفته حسین رحیمی، این مأموران پس از اعلام شدن یک مورد تصادف در بخش نوکاباد خاش به پلیس سرده به این منطقه اعزام شده بودند که از سوی سرنشینان یک خودرو به رگبار شدند. حمله به مأموران نیروی انتظامی سومین ترور گزارش شده در استان سیستان و بلوچستان در دیما است. در ماه‌های گذشته نیز تعدادی از نیروهای انتظامی ایران در منطقه سیستان و بلوچستان توسط گروه های مسلح کشته شدند. ایران و روسیه با امضای یک توافقنامه نظامی درباره ضرورت حل و فصل مشکل واگذاری سامانه موشک دفاعی S-300 به جمهوری اسلامی با یکدیگر توافق کردند. رسانه‌های ایران جزئیاتی از این توافق منتشر نکردند. در یک ماه اخیر گزارشهایی از آغاز همکاری های مشترک نظامی روسیه و ایران در بخشی رسانه ها منتشر شده که سوریه و عراق از مهمترین اهداف این همکاری هاست. ایران سال هاست خواستار دریافت سامانه دفاع موشک S-300 از روسیه است که مسکو به دلایل سیاسی و نظامی تا کنون از تحویل این سامانه به تهران خودداری کرده است. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه یکم بهمن گفت که در گفتگوهای پنج به علاوه یک با ایران پیشرفت حاصل شده و احتمال این وجود دارد که طرفین تا مهلت اواخر ماه جوان به توافق برسند. یک روز پیش از سخنان آقای لاروف، آژانس بین انرژی اتمی در گزارش محرمانه ای اعلام کرد که ایران به تعهد خود برای تعلیق فعالیت های هستئی که ممکن است به ساخت جنگ افزار منجر شود وفادار مانده است. خبرگزاری اسوشیت پرس می دولت آمریکا با استناد به این گزارش می تواند استدلال کند که ایران در مذاکرات هسته ای جدی است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران می گوید جمهوری اسلامی آمادگی لازم را برای تداوم گفتگوهای سریح و فراگیر نسبت به مجموعه موضوعات مورد علاقه ایران و عربستان دارد. روابط ایران و عربستان که حاکمیت آن در دست سنی های کار است، پس از انقلاب بهمن 1357 به سر دیگرایی. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گزارش داد که علی شمخانی در دیدار با حسین صادقی سفیر ایران در عربستان ضمن تبیین سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در تعامل با دولت عربستان گفته است تهران آماده گفتگوهای سریح با ریاض است. وی با اشاره به خسارت های بی سابقه مالی و انسانی ناشی از درگیری های و مذهبی در جهان اسلام خواستار جلوگیری از خونریزی در میان مسلمین و مقابله ریشه‌ای صادقانه و جدی با افرادگرایی و تروریسم شد که به گفته وی امروز در نقاب دوش جلوگر شده است. تاکید تهران بر گفتگوهای سریح و تعامل با عربستان در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اخیرا سفر خود به ریاض را به خاطر آنچه که اظهارات تند همتای عربستانی وی عنوان شد لغو کرد حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران 27 دیما در مصاحبه با شبکه العالم گفته بود از مدتها پیش زمین چینی برای سفر ظریف به عربستان انجام می و همتای عربستانی وی نیز بر این دیدار تاکید داشت اما اظهارات غیر قابل قبول سود الفیصل درباره سوریه باعث شد که ما در داخل کشور تحت فشار افکار عمومی قرار بگیریم و این سفر لغو شود هفته گذشته جاوید قربان اغلی دیپلمات با ایرانی در مقاله‌ای در روزنامه شرق به شدت از جواد ظریف انتقاد کرد که چرا دعوت سود الفصل را اجابت نکرده است او همچنین خطاب به روحانی نوشت به چه دلیل از مناسبت حج استفاده نکرده تا به عربستان برود و در گفتگوهای غیررسمی به برطرف کردن موانع بر سر همکاری‌های دو کشور بپردازد آنکه اکثر مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی خواهان داشتن روابط بسیار نزدیک با سودی ها هستند اما شخص رهبر تاکنون جلوی تلاش این افراد از جمله حاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، محمد خاتمی و علی شمخانی را گرفته است. عربستان به شدت مخالف دولت بشار اسد است دولتی که یکی از متحدین اصلی جمهوری اسلامی ایران است سود الفیصل وزیر خارجه عربستان 21 مهر ماه گفته بود ایران باید نیروهای اشغالگر خود را از سوریه بیرون بکشد به گفته وی در بسیاری از مناقشهها ها ایران نه به عنوان بخشی از راه حل بلکه قسمتی از مشکل است مناسبات تهران و ریاض پیش از انقلاب پنجاب و هفت نزدیک و دوستانه بود و دو کشور همکاری های بسیاری در زمینه های مختلف داشتند. محمد رضا پهلوی پادشاه فقید ایران چندین بار به عربستان سفر کرد و علاوه بر دیدار با مقامات وقت سعودی به زیارت کعبه در مکه رفت. دو کشور از بزرگترین تولید کنندگان نفت در جهان به حساب می آمدن و از اعضای اولیه اوپک بودند که آن سازمان را تأسیس کرده بودند و همواره در زمینه تثبیت و نوسان قیمت و همچنین میزان تولید نفت این سازمان با یکدیگر همکاری نزدیک داشتند. روابط ایران و عربستان پس از انقلاب 57 به سردی گرایید اما با انتخاب محمد خاتمی با تمهیداتی که از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی پایریزی شده بود روابط دو کشور به سرعتی باور نکردنی بهبود یافت و حتی دو کشور برای نخستین بار پیمان همکاری های امنیتی امضا کردند و آمده شدها در سطح بلند ترین مقامات به صورت منظمی ادامه یافت اما با آغاز دخالت های ایران در بحرین و عراق و سپس سوریه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد روابط دو کشور دچار بحران فضاینده شد. اصارات دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در روزی بیان شد که شورشیان شیعه حوسی در یمن مواضع خود را در پایتخت این کشور تحکیم کرده و کاخ ریاست جمهوری را نیز به تصرف خود درآوردند یمن یکی از نقاط مورد اختلاف تهران و ریاض است در حالی که شورشیان حوسی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند دولت عربستان از رئیس جمهوری یمن حمایت میکند کاهش قیمت نفت از دیگر نقاط افتراق میان دو کشور مهم حاشیه خلیج فارس است قیمت های جهانی نفت همکنون به کمترین میزان خود از سال 2009 رسیده و توافق نکردن اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک برای کاهش سقف تولید در ماه نوامبر باعث ایجاد شوک دیگر در بازار و سرعت گرفتن کاهش قیمت نفت شد. قیمت نفت از 110 دلار در تابستان امسال به زیر 50 دلار سقوط کرده است. ایران و ونزوئلا به شدت بر کاهش تولید اوپک تاکید دارند. در حالی که عربستان میگوید کاهش تولید این سازمان باعث خواهد شد که دیگر تولید کنندگان نفت جای خالی نفت اوپک در بازارهای جهانی را به سرعت پر کنند. رئیس جمهور آمریکا سهشنبه شب سیام دیما در نطق سالانه خود در کنگره آمریکا بار دیگر بار تاکید بر مخالفت خود با افزودن تحریم ها علیه ایران تهدید کرد که چنین اقدامی را وتو خواهد کرد بارک اوباما تصریح کرد تحریم های جدید کنگره شکست دیپلماسی را کاملا تضمین می کند و آمریکا را از متحدانش جدا می سازد و مسلما به آغاز دوباره برنامه هسته ایران می انجامد. آقای اوباما بار دیگر تأکید کرد او هر گونه تحریم تازه ای که پیشرفت دیپلماسی را سد کند و خواهد کرد. آقای اوباما که پیش از این بارها بر لزوم و آزمودن دیپلماسی در این زمین پافشاری کرده در نطق طولانی خود که بیش از یک ساعت به طول انجامید بار دیگر بر ضرورت پرهیز از گزینه های ناخواسته و افزودن بر تلاش های سیاسی تاکید کرد یک مرد فلسطینی مسلح امروز چهارشنبه با چاقو به سرنشینان یک اتوبوس شهری حمله و نه نفر از جمله راننده اتوبوس را زخمی کرده است. فرد مهاجم که با عنوان مسافر سوار اتوبوس شده بود، پس از حمله به سایر سرنشینان از اتوبوس خارج شد و در صدد فرار برآمد اما چند مأمور پلیس زندان محلی که تصادفاً در محل حضور داشتند او را از ناحیه پا هدف گلوله قرار داده و دستگیر کردند پلیس گفته است که فرد بازداشت شده از ساکنان سرزمین های فلسطینی در کرانه باختری رود اردن است منابع پلیس این حمله را اقدام تروریستی توصیف کرده و گفتند که وضع چهار تن از زخمی های این حمله وخیم است. چندی پیش یک فلسطینی مسلح به تفنگ و ساتور قصابی به یک کنیسه یهودیان در بیت المقدس حمله کرد و پنج نفر را به قتل رساند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید موضوع آزاد شدن خبرنگار زندانی واشنگتن پست را در تمامی سطوح با مقامات ایرانی در میان میگذارد. وی با بیان اینکه دولت اوباما آزادی بیان را در آمریکا افزایش داده است گفت که ما نگران نقض آزادی بیان در کشورهای مختلف هستیم. جیسون رضایان 38 ساله آخرین روز تیر ماه گذشته به همراه همسر خود یگانه صالحی بازداشت شد. اما خانم صالحی با قرار وسیقه آزاد شد در حالی که آقای رضاییان همچنان در زندان است. شورای امنیت سازمان ملل حمله شورشیان شیعه حوسی به کاخ ریاست جمهوری یمن را محکوم و پشتیبانی قانده خود را از عبد رب منصور هادی رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد. شورشیان شیعه حوسی روز گذشته کاخ ریاست جمهوری در صنعا پای تخت را به تصرف خود درآوردند. اقدامی که از سوی یکی از فرماندهان ارتش این کشور کودتا خوانده شده است. بر اساس آخرین خبرها کاخ ریاست جمهوری یمن به تسخیر شورشیان شیعه حوسی در آمده است. خبرگزاری آلمان به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که هجوم به کاخ ریاست جمهوری پس از یک درگیری کوتاه رخ داده است. پیش از آن وزیر اطلاع رسانی یمن اعلام کرده بود که شورشیان شیعه حوسی کاخ ریاست جمهوری را به زیر رگبار موشک گرفتند. او گفت که شورشیان در تلاش هستند وارد کاخ ریاست جمهوری در صنعا پایتخت این کشور شوند گزارش خبرگزاری اسوسییت پرس نادی سقاف وزیر اطلاع رسانی یمن روز سهشنبه C دی در اکانت تیوتری خود نوشت که محل سکونت عبد رب منصور هادی رئیس جمهور یمن نیست که در مرکز شهر صنعا واقع است از ساعت سه بعد از ظهر به وقت محلی زیر رگبار سنگین شبه نظامیانی قرار گرفته که بر روی پشت ها در برابر این خانه سنگر گرفتند. وزیر اطلاع رسانی از تلاش برای سرنگونی دولت سخن گفته است. بی آنکه نام ببرد این تلاش از سوی چه کسانی صورت گرفته است. احتمال داده می شود که عبد رب منصور هادی رئیس جمهور در منزل مسکونی خود حضور دارد. پیام تویتری خانم سقاف زمانی منتشر شد که یک فرمانده ارتش نیز اعلام کرده بود شورشیان به کاخ ریاست جمهوری حمله کرده و انبار اسلحه آن را به غارت بردند. رئیس جمهور گفته بود که کشورش بر سر دوراهی قرار دارد و اتحاد مهمترین نیاز کشور است. چند ساعت پس از این سخنان، شورشیان حوسی کاخ ریاست جمهوری را به تصرف خود درآوردند و به گزارش سایت المستر آنلاین، گارد محافظ رئیس جمهور را خلع سلاح کردند. حمله حوسی ها به کاخ ریاست جمهوری در زمانی صورت گرفت که طرفین در حال مذاکره برای تعیین ترکیب کمیته 85 نفره بودند. که طبق پیشنویس قانون اساسی یمن باید قوانین نظامی فدرالی این کشور را تدوین کنند این گزارش میگوید که توافق یاد شده به حوسی شیعه تضمین خواهد داد که سهم بیشتری از قدرت در کشور داشته باشند. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل طی بیانیه ای اعلام کردند که منصور هادی رئیس جمهور مشروع کشور است و همه جناها باید در کنار وی خادل بهاء نخست وزیر و دولت بایستند. تا کشور در مسیر ثبات و امنیت قرار گیرد. شورای امنیت خواستار آتشبس فوری و بازگشت طرفین به مذاکرات صلح شد. این نخستین تراژدی تاریخ اخیر یمن نیست. در اوت سال گذشته نیز حدود سی هزار نفر از هواداران قبیله شیعه مذهب حوسی به سوی پایتخت لشکرکشی کردند و پس از یک درگیری مسلحانه کوتاه عملا کنترل صنعا را در دست گرفتند. حسی ها نسبت به اجرای مصوبه سال گذشته دولت در زمینه گفتگوی ملی در روند انتقالی حکومت برای استقرار یک نظام سیاسی فدرال انتقال دارند. آنها همچنین با حفظ رئیس جمهور هادی در مقامش خواستار تشکیل یک دولت جدید بودند. جمال بنومر نماینده ویژه سازمان ملل که به صنعا پایتخت یمن سفر کرده است، به شورای امنیت گزارش داده است که شیعیان حوسی با حملات گسترده و استفاده از صلاح های سنگین به کاخ ریاست جمهوری یورش بردند. حوسی ها که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند، از مهرماه سال جاری حملات به پایتخت یمن را شدت بخشیده و بخش عمده از آن را تحت کنترل خود دارند. همزمان با نشست شورای امنیت، رهبر حوسی های شیعه یمن در یک نطق تلویزیونی گفت که اگر رئیس جمهوری کشور در اجرای مفاد توافق صلح که مورد حمایت سازمان ملل است تعلل ورزد وضعیت وخیمتر خواهد شد عبدالمالک الحوسی شامگاه سهشنبه گفت که تمام گزینه ها روی میز است و اگر عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری روند اجرای توافق صلح را با سرعت پیش نبرد و خامت اوزا هیچ سخفی نخواهد شناخت. شورای امنیت در نوامبر سال گذشته دو فرمانده گروه حوثی همچنین علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن را که متهم به پشتبانی از شورشیان است تحریم کرد. صالح هم اکنون خارج از یمن زندگی می کند. ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید حکومتی از تجمع روز گذشته مقابل سفارت فرانسه در تهران حمایت کرد. روز دوشنبه در جریان تجمع گروهی از محافظ کاران تندرو مقابل سفارت فرانسه در خیابان نفل و شاتو در اعتراض به اقدام نشریه شالی ابدو حامیان خامن ای تابلوی خیابان نفل و شاتو در تهران را پایین کشیدند. حسین نوری همدانی یکی دیگر از مراجع تقلید قوم هم با انتقاد از سکوت مقامهای دولت حسن روحانی درباره انتشار کاریکاتور پیامبر اسلامی در نشریه شالی ابدو سفر ظریف به پاریس را اقدامی نابجا خوانده است. محمد حسن نبوی، معاون تبلیغ و آموزش های کاربری حوزه های علمی نیز گفته آقای ظریف در این شرایط حتی برای ادامه مذاکرات نباید به پاریس سفر می کرد. نادر قاضیپور نماینده محافظ کار مجلس به مقام های دولت حسن روحانی اشتار داده اگر درباره توهین به پیامبر اسلام سکوت کنند در مذاکرات سود نکرده و غربی ها موضوع آزادی حیوانات را هم وارد مذاکرات خواهند کرد. قاضی پور گفته دولت مردان باید مقابل اهانتها و ارزش اسلامی به طور روشن موزگیری و این نوع اقدامات را محکوم کنند. و با هشدار به مسئولان مبنی بر اینکه نباید دین را فدای سیاست کرد افزوده محکومیت انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام از سوی هفت نامه شالی ابدو و احضار سفیر فرانسه حداقل کاری بود که وزارت خارجه باید انجام میداد. رسانه های ترکیه از احتمال سفر محمود احمدی نژاد به این کشور در اسفند ماه امسال خبر دادند. آقای احمدی نژاد ابراز تمایل کرده که در مراسم سالگرد در گذشت نجم و دیل اربکان نخست وزیر پیشین ترکیه به شهر بورسا در این کشور سفر کند. بهنام امینی خبرنگار ما از ترکیه گزارش میدهد بنیاد اربکان یه مؤسسه خیریه است که برای زنده نگه داشتن نام نجم الدین اربکان نخست وزیر پیشین ترکیه هر سال همزمان با سالگرد درگذشت او مراسم ویژه‌ای رو تدارک می‌بینه این بنیاد خیریه که در تمامی استان‌های ترکیه دارای شعباتی هستش امسال اعلام کرده در مراسم چهارمین سالگرد دکتر نجمالدین اربکان از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران برای شرکت در این مراسم دعوت کرده هفته پیش هم البته روزنامه ملیت ترکیه به این موضوع اشاره کرده بود حتی بسیاری از رسانه های داخل جمهوری اسلامی و عمدتا نزدیک به جناح احمدی نژاد این خبر رو به نقل از روزنامه ملیت ترکیه باز دادن اما الان به نظر موضوع جدیتر هستش و شبکه دولتی ترکیه تی آر تی هم از احتمال این سفر در اسفند ماه امسال خبر داده نعیم استور که رئیس بنیاد خیریه نجمدین اربکان که مسئول برگزاری این مراسم هستش در این باره گفته در سفری که به تهران داشتم با احمدی نژاد دیدار کردم و از او قول شرکت در این مراسم رو گرفتم او هم با استقبال از این دعوت گفت که در صورتی که اتفاق خاصی نیفته در این مراسم شرکت خواهم کرد به نظر میرسه مشروط کردن این سفر از سوی احمدی نژاد هم تا حدودی میتونه به شرایط داخلی کشور برگرده حتی ممکنه به هر دلیل با این سفر او موافقت نشه آنطور که مسئولین برگزاری مراسم و های ترکیه عنوان کردن خود احمدی نژاد در این زمینه قول مساعد داده و گفته تمایل داره در این مراسم شرکت کنه مراسم امسال هم 27 فوریه مصادف با 8 اسفند همزمان با سال روز درگذشت اربکان برگزار خواهد شد به جز احمدی نژاد البته مسئولین برخی کشورهای دیگه هم به این مراسم دعوت شدن در این باره حتی برخی رسانه های جمهوری اسلامی مدعی شدن که نجم الدین اربکان همواره از محمود احمدی نژاد به عنوان قهرمان ملی ایرانیان یاد میکرد و به هوادارانش وصیت کرده بود پس از مرگش هرگز از حمایت و پیروی از احمدی نژاد دست بر ندارند اما نجم الدین اربکان اولین نخست وزیر اسلامگرای ترکیه بود در سال 1997 به دلیل سیاست های اسلامگرای آنچه که دخالت دین در سیاست گفته میشه با فشار ارتش از قدرت کناره گیر کرد و حتی به اتهام نقض قانون اساسی به مدت پنج سال از فعالیت سیاسی در ترکیه محروم شد و فعالیت حزب او حزب رفاه نیز در ترکیه غیرقانونی شناخته شد بعد از انحلال حزب اسلامگرای رفاه چهرهایی که از اونها میان رو نام برده میشه مانند عبدالله گول رئیس جمهور پیشین ترکیه و آقای اردوغان رئیس جمهور کنونی حزب عدالت و توسعه رو به وجود آوردن که امروز قدرت رو در این کشور در دست داره همچنین اربکان از مؤسسان گروه دی هشت بود که شامل 8 کشور در حال توسعه اسلامی از جمله ترکیه و ایران هستش اربکان که از او به عنوان معمار اسلام گرایی در ترکیه نام می‌برند 27 20 فوریه 2011 در سن 84 سالگی درگذشت قاضی دشتبان مسئول واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه 27 تهران از عدم اجرای حکم قصاص به یک متهم اسیدپاشی خبر داده است این مقام قضایی گفته است که اجرای حکم قصاص با عمل جراحی صورت می گرد اما هنوز هیچ پزشکی نپذیرفته که با عمل جراحی چشم و گوش محکوم پرونده را قصاص کند داود روشنایی قربانی حادثه اسیدپاشی به شدت خواهان اجرای حکم فرد اسیدپاش است و سخنگوی قوه قضاییه هم وعده اجرای زود هنگام این حکم را داده است. خبرگزاری ها در ایران گزارش دادند که نمایندگان کارفرمایان و کارگران در شورای عالی کار با پیشنهاد نماینده دولت توافق کردند که حق مسکن ماهانه کارگران در سال آینده چهل هزار تومان شود. به نوشته خبرگزاری فارس، فرامرز توفیقی مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری در این مورد گفت این مصوبه برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در هیئت وزیران است حق مسکن ماهانه کارگران در سال جاری 20 تومان است خبرگزاری ایرنا در گزارشی از نقشه جدید مخالفان برای حمله به دولت روحانی پرده برداشته است در این گزارش تصریح شده که بخشی از حملات به خاطر مبارزه دولت با فساد مالی و بخشی دیگر متوجه مذاکرات هسته است مجید نصیرپور معاون نظارت و پیگیری پارلمانی رئیس جمهوری اعلام کرد که حمله و انتقاد مخالفان به دولت حسن روحانی متوجه نقاط قوت دولت یازدهم است و این حملات را بیدلیل ندانست و هدف از حمله جدید به دولت را ناکارآمد جلوه دادن دولت روحانی دانست خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا در گزارشی در روز چهارشنبه اول بهمن از فرمان نقشه جدید حمله به دولت خبر داده است. در این گزارش تصریح شده است که محافل تندرو این هفته یک عملیات سیاسی و روانی جدید علیه دولت روحانی را کلید زدند. این تهاجم ابتدا به صورت تیتر و تصاویر اهانتآمیز آمیز در جراید و سایت های تندروها نمایان شد، اما در ادامه به محور ثابت سخنرانی و بیانیه تشکلها و دستجات این جریان تبدیل شد. عنوان فرمان نقشه جدید حمله یادآور گزارشی است که پیشتر در سایت سهام نیوز مبنی بر پروژه پنهان سپاه برای زمینگیر کردن دولت روحانی منتشر شده بود. حسین موسوی تبریزی دبیر کل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قوم درباره رفتار مخالفان گفت که حمله آنها به خاطر عمل کرده دولت در مبارزه با فساد است. وی هشدار داد در صورتی که روند افشاگری های دولت ادامه یابد، پرونده هایی برملا خواهد شد که به هر حال اسم برخی چهره ها و شخصیت های مرتبط با دولت قبلی در آنها برده شده است. امیر عباس سلطانی نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی به تازگی اعلام کرد محاکمه بابک زنجانی تا یک ماه دیگر برگزار می شود. این نماینده مجلس تصریح کرد که پرونده زنجانی حیثیتی است و سکوت درباره آن برخلاف منافع ملی است. حسین دهدشتی عضو دیگر کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی نیز تصریح کرد پرونده زنجانی تنها یک پیش نمایش است و نمایش اصلی و بازیگران اصلی این داستان افرادی هستند که کمتر نامی از آنها به میان آمده است. اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور نیز خواستار افشای نام و عملکرد چهره هایی شده است که در پشت صحنه از اقدامات زنجانی حمایت کردند. مجید نصیرپور معاون نظارت و پیگیری معاونت پارلمانی رئیس جمهوری نیز تاکید کرد حمله مخالفان به دولت مذاکرات اتمی را نشانه گرفته است وی تصریح کرد که این حملات در حال شدت گرفته که دور جدید گفتگوها میان ایران و گروه پنج به علاوه یک سبب ایجاد آرامش روانی در جامعه شده است وی ضمن اشاره به عمل کرده دولت احمدی نژاد در این زمینه گفت بسیاری از درآمدهای کشور که در دوره گذشته و بر اساس همان منطقی که قطع نامه ها را کاغذ پاره میخواند بلوکه شده امروز در چرخه اقتصادی کشور قرار گرفته است. این مقام دولتی تصریح کرد محافل تندرو و پایگاه های خبری وابسته دور تازه ای از اقدامات تخریبی علیه دیپلماسی هسته ای را به انداخته و بازی های جناهی خود را به زمین منافع ملی کشور کشندند. بنا به گزارش ایرنا پیاده روی ظریف و کری وزیران خارجه ایران و آمریکا در حاشیه مذاکرات هسته‌ای در ژنو و حوادثی که پس از حمله تروریستی به هفته نامه شارلیب دو در فرانسه رخ داد بحانه ای به دست مخالفان داده که اصل مذاکرات را زیر سوال ببرند تاکتیک مخالفان تندروی دولت روحانی در این گزارش اینگونه ارزیابی شده است رسانه های تیف رادیکال همزمان با هدف کارشکنی در مذاکرات تلاش کردند تا با انتشار گزارش های تخریبی علیه عملکرد دولت، ارائه آمار و ارقام غلط تصویر سیاه از فضای داخلی جامعه ترسیم کنند و از این رو سنگندازی در مسیر حل و فصل چالش هستی که از مهمترین وعده های روحانی در مرحله آغاز به کارش بود در رأس برنامه های سناریو نویسان برای بحران سازی قرار گرفت. در این گزارش تاکید شده که تندروها بدون در نظر گرفتن تلاش های دولت اوباما برای آرام کردن نمایندگان کنگره آمریکا کوشند که مذاکرات هسته‌ای ایران متوقف کرده تا آن را سرانجام به شکست بکشانند. مانوئل والس نخست وزیر دولت سوسیالیست فرانسه گفته است که در کشورش آپارتاید اجتماعی و قومیتی وجود دارد که باید به آن رسیدگی شود آقای والس افزود که حملات اخیر علیه نشریه فکاهی شالی ابدو و حادثه گروگانگیری در فروشگاه یهودیان شکافهای عمیق در جامعه فرانسه را نمایان کرد نخست وزیر فرانسه به خبرنگاران گفت که کشورش باید با نفرت پراکنی، یهود ستیزی و نجات پرستی مبارزه کند و این مبارزه را در اولویت خود قرار دهد. بیشتر ساکنان حومه شهرهای بزرگ در فرانسه از بیکاری، وضعیت بد اقتصادی، تبعیزهای روزمره، نجات پرستی و رفتار نامناسب پلیس شکایت دارند. معموران اداره اطلاعات شیراز روز 29 دی ماه 1393 با مراجعه به محل کار و منزل حسن صالحی یک شهروند بهایی با ارائه حکم دادستانی هر دو مکان را مورد بازرسی قرار دادند. این معموران علت بازرسی منزل و محل کار این شهروند بهایی را اتهام عضویت در گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام عنوان کرده که گویا قرار است به ایشان ابلاغ شود. در جواب اعتراض خانواده آقای صالحی به مأموران اطلاعات برای جمع آثار وی گفته شد هر نوع نشانه ای از اعتقادات بهایی را چون فرقه ای اساس است و همچنین تمامی آنچه مربوط به هر یک از اعضای خانواده که باشد باید جمع آوری کنیم. <تص> یکی از مقامات امنیتی اسرائیل در گفتگو با رایترز اعلام کرد کشتن فرمانده ایرانی سپاه پاسداران هدف حملات هوایی این کشور به منطقه قنیتره نبوده و آنها کما مذارت میخوام هدف حملات هوایی این کشور به منطقه قنیتره نبوده و آنها کمان میکردند یکی از واحدهای کم اهمیت دشمن را هدف قرار دادند. در پی کشته شدن یکی از فرماندهان سپاه ایران به همراه جهاد مقینه و چهار تن از دیگر نیروهای ارشد حزب الله لبنان در نتیجه حمله هوایی اسرائیل به بلندی جولان در سوریه در روز یک شنبه یکی از مقامات امنیتی اسرائیل روز سهشنبه شنبه سی دی ماه گفت کشتن فرمانده ایرانی هدف از انجام این حمله نبود و اسرائیل گمان می‌کرد که گروهی از شبه نظامیان سطح پایین را هدف قرار داده است این مقام ارشد امنیتی اسرائیل به شرط افشانه نشدن هویتش این اطلاعات را در اختیار خبرگزاری رویترز قرار داده چون اسرائیل رسما مسئولیت اجرای این حملات را بر عهده نگرفته است او گفت ما فکر می کردیم که یکی از واحد های کم اهمیت دشمن را که در تدارک حمله به مادر در نواهی مرزیست هدف قرار داده ایم. را دریافت کردیم، وسیله نقلیه آنها را شناسایی کردیم و وقتی مطمئن شدیم که ماشین دشمن است، آن را هدف قرار دادیم. رویترز میگوید اظهارات این مقام امنیتی نشان میدهد که اسرائیل قصد دارد از هر گونه بالا گرفتن تنش ها میان این کشور با ایران یا شبه نظامیان حزب الله لبنان خودداری کند سردار محمد علی الله دادی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله کسانی بود که به همراه یک فرمانده حزب الله و جهاد مغینه فرزند اماد مغینه از فرماندهان بلندپایه حزب الله که در سال 2008 در انفجاری در دمشق کشته شد مورد حمله مرگبار هوایی اسرائیل به منطقه قنیتره قرار گرفتند حسن نصرالله دبیر کل حزب الله پنج شنبه گذشته در مصاحبه با شبکه لبنانی المیادین گفته بود نیروهای حزب الله در بلندی های سوری جولان نیستند موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل یک شنبه شب به رسانه های کشورش گفت نصرالله مدعی بود که کسی از نیروهایش در این منطقه نیست و مرگ فعالان حزب الله نادرستی اظهارات او را نشان داده و وظیفه اوست که در مورد این تناقض توضیح بدهد در همین حال یعلون مسئولیت حمله به کاروان یاد شده را بر عهده نگرفت رسانه های اسرائیل خبر دادند که ارتش این کشور به مزرعه داران در مرز با لبنان و نیز بلندی های جولان رهنمود داده است که از کار در مزارع خودداری کنند چون ممکن است هدف آتشباری از آن سوی مرزها قرار گیرند. اسرائیل سامانه دفاعی گنبد آهنین را نیز در این مرزها مستقر کرده است. حزب الله نیز گفته است نیروهایش در حال آماده باش هستند. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله هنوز درباره کشته شدن جهاد مقینه و سایر فعالان این سازمان سخنی نگفته است سردار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به این رویداد با انتشار نامه‌ای به مقامات اسرائیل هشدار داد که منتظر واکنش ایران باشند به گفته او این شهادت ها ثابت کرد که ما نباید از جهاد فاصله بگیریم سحیونیست ها باید منتظر سائقه های ویرانگر باشند آنها در گذشته ظهور خشم ما را دیدند آقای جعفری همچنین گفت سپاه تا آخر پای فروپاشی رژیم صهیونیستی خواهد ایستاد و با استمرار و اونق بخشی به حمایت خود از مبارزین و مجاهدین مسلمان منطقه تا حذف کامل این جرسومه فساد از جغرافیای سیاسی منطقه از پا نخواهد نشست. مقام ارشد امنیتی اسرائیل که اطلاعات مرتبط با این حملات هوایی را در اختیار رویترز قرار داده در واکنش به این سال که آیا اسرائیل انتظار اقدامی تلافی جویانه از سوی ایران یا حزب الله را خواهد داشت گفت ما منتظر واکنش آنها هستیم و تقریبا مطمئنیم که آنها به این حملات پاسخ خواهند داد اما با این حال به نظرم این فرض درستی است که در شرایط کنونی گسترش درگیری ها به نفع هیچ یک از طرفین نیست. نیروهای نظامی و شهروندان غیر نظامی در شمال اسرائیل همکنون در حالت آماده باش به سر میبرند و اسرائیل برای مقابله با حملات احتمالی یکی از واحدهای انهدام موشک سامانه عظیم ضد موشکی گنبد آهنین خود را در نزدیکی مرز سوریه مستقر کرده است. مقامات استرالیا و پاپو آکینه نو از پایان اعتراضات پناهجویان در اردوگاه ها خبر دادند. اما در همین حال برخی گزارش ها بیان می کند که پناهجویان همچنان به اعتصاب غذای خود ادامه می دهند. خبرگزاری فرانسه ازارات تونی ابوت نخست وزیر استرالیا را باستاب داده است که تأکید می کند پناهجویانی که دسترسی به اردوگاه مانوس را قطع کرده بودند شکسته شده و نیروهای امنیتی توانسته اند وارد اردوگاه بشوند. صدها نفر از پناهجویان در جزیره مانوس گفته اند که اعتصاب غذای خود را ادامه می دهند. در حالی که وضعیت جسمانی برخی از آنها در شرایط گرمای پاپ و آگینه نو بسیار وخیم است گزارش ها همچنان حکایت از آن دارد که برخی از معترضان لبهای خود را دوختند و دست کم هفت نفر نیز با بلعیدن تیغ تراش و پودر لباسشویی اقدام به خودکشی کرده اند. که گزارشی درباره سرنوشت آنان منتشر نشده است. یک سخنگوی ارتش اوکراین از حمله نیروهای روسیه به واحدهای نظامی این کشور در شرق اوکراین و درگیری سنگین بین دو طرف خبر داد. سخنگوی ارتش اوکراین با اشاره به اینکه جلوی پیشروی نیروهای روسی گرفته شده است گفت وضعیت در منطقه جدی است اما تحت کنترل قرار دارد در همین حال ارتش اوکراین برای مقابله با جدایی خواهان پنجاه هزار نیروی تازه نفس را بسیج کرده است. روسیه و مخالفان دولت کیف این را گامی در جهت منازعه خوانده و محکوم کردند. نبرد در شرق اوکراین از چند روز پیش با درگیری طرفین بر تصاحب فرودگاه دونتسک تشدید شده است. در پایان از اینکه تا انتهای برنامه در با ما همراه بودید سپاس گذارم. بتروت.